مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دوشنبه پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، هم... و رژیم هم ادعا میکنه که آسیبی که رسیده نه به سپاه پاسداران بلکه به ارتش بوده، بسیار جزئی بوده، دو تا سرباز هم کشته شدن. چرا اسرائیل به قول خودش وفا نکرد؟ مگه نگفته بودن که واکنش اسرائیل بسیار شدید، غافلگیر کننده، دردناک خواهد بود برای رژیم؟ اسرائیل با 140 جنگنده فوق پیشرفته به ایران بزرگ حمله کرد، کشوری که به اندازه یک استان ایران هم نیست. اینجا اتاق فرمان اسرائیل است. همزمان با حمله گسترده اسرائیل به خاک ایران، دستور از این مکان صادر می شود. صفحه فیسبوک اسرائیل به فارسی ویدیویی از جریان آماده شدن و بلند شدن جنگنده های اسرائیل را منتشر کرده است که به سوی ایران به پرواز در خواهند آمد. صد و چهل جنگنده اسرائیل صدها موشک را بر پایگاه‌های نظامی ایران شلیک کردند، اما پدافند هوایی ایران قدرتمندتر از آنچه بود که اسرائیل تصور می‌کرد. حداقل 99% از موشک‌ها و پهپادهای اسرائیل از سوی پدافند قدرتمند ایران در هوا رهگیری شدند. در ویدیوهای منتشر شده این مورد واضح و روشن است. بر طبق منابع آگاه، جنگنده های اسرائیل وارد خاک ایران نشده و از خارج از خاک ایران به سوی پایگاه های نظامی شلیک کردند. پزشکیان رئیس جمهور ایران بعد از حمله ایران به اسرائیل نوشت: دشمنان ایران بدانند این مردم سلحشور در دفاع از خاکشان به هیچ حراس استادند و پاسخ هر حماقت را با تدبیر و خوشمندی پس خواهند داد. کارشناسان اسرائیلی از قدرت پدافندی ایران نیز حیرت زده شدند. اینجا منشأ امیر مدیر رادیو اسرائیل از حمله بچگانه اسرائیل به ایران نیز خشمگین است و میگوید اسرائیل با این حمله خود را به مسخره گرفت. زندگی عادی در تهران و دیگر شهرها ادامه داره، خیابون‌ها پر اتومبیل، مردم رفتن سر کارشون، مدارس بازگشایی شده، امروز شنبه اولین روز کاری هفته است و رژیم هم ادعا میکنه که آسیبی که رسیده نه به سپاه پاسداران بلکه به ارتش بوده، بسیار جزئی بوده، دو تا سرباز هم کشته شدن. چرا اسرائیل به قول خودش وفا نکرد؟ مگه نگفته بودن که واکنش اسرائیل بسیار شدید، غافلگیر کننده، دردناک خواهد بود برای رژیم ایران؟ پس چی شد؟ همین آمدن 3 ساعت یه سلسله عملیات نظامی هوایی انجام دادن و رفتن. این طرف علی خامنه ای رهبر ایران در سخنانش امروز در ایران اسرائیل را مخاطب قرار داد. علی خامنه ای گفت اسرائیل تاوان پس خواهد داد و فضای مجازی دستکاری می شود از سوی دشمنان ایران. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی می کنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت، فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران،
اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم. یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنن. این در حال است که ایران یک بار دیگر آماده میشود تا پاسخ محکمتر به اسرائیل بدهد. اگر ایران خاموشی اختیار کند، جنگ در برابر اسرائیل را باخته است و اگر به اسرائیل پاسخ دهد، احتمال جنگ همچنان بالاست. دیده شود چه اتفاقی در روزهای آینده رخ خواهد داد.